بازداشت جوانان کاپیسا به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت، قتل یک دانش آموز مکتب در بادغیس و همچنان در پایان ملا یعقوب از آخرین صلاحش در برابر سراج الدین حقانی استفاده کرد. با مجموعه خبری کانال جنرال انفو خوش آمدید. مشروع خبرها، یک منبع در ولسوالی حصه دوم کوهستان گفت که 17 جوان تنها از این ولسوالی بازداشت شده است. به گزارش اسپوتنیک، منابع در کاپیسا و روزنامه اطلاعات روز میگویند که طی دو هفته اخیر نیروهای طالبان در ولسوالی های نجراب و حصه های اول و دوم کوهستان چندین جوان را به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت بازداشت کردند. دست کم سه منبع محلی بازداشت این جوانان را تایید کردند. یک منبع در ولسوالی سه دوم کوهستان گفت که 17 جوان تنها از این ولسوالی بازداشت شدند. با گفته او برخی از بازداشت شده ها بستگان اعضای جبهه مقاومت هستند. یک منبع دیگر نیز گفت که بیش از 20 جوان از ولسوالی های سه اول و سه دوم کوهستان بازداشت و به جای نامعلوم انتقال داده شدند. قتل یک دانش آموز مکتب در بادغیس. منابع محلی در بادغیس میگویند که یک دانش آموز مکتب در این ولایت از سوی یک مرد کهنسال به قتل رسیده است. با گزارش اسپوتنیک، منابع محلی در بادغیس میگویند که این دانش آموز بامداد روز دوشنبه 31 اسد در ساحه چشمه دزدک ولایت بادغیس توسط یک مرد کهنسال کشته شده است. با گفته منابع، این دانش آموز هارونشا نام داشت و با شلیک گلوله به قتل رسیده است. هنوز علت این رویداد معلوم نیست. طالبان برای بازداشت عامل قتل بر روزهای چشمه دزدک بادغیس نیرو فرستادند. رویدادهای این چنین در ولایت‌های غور و بادغیس در این اواخر بیشتر گزارش شده است. پلیس انگیزه اکثر این واقعات را اختلافات شخصی و خانوادگی عنوان کرده است. ملا یعقوب از آخرین صلاحش در برابر سراج الدین حقانی استفاده کرد. ملا عبدالقیوم ذاکر کیست و چی اختلافات با سراج الدین حقانی دارد؟ در حالی که طالبان جنگ در پنجشیر و اندراب را انکار میکنند، اما روز گذشته در فرمان از سوی رهبر طالبان، ملا عبدالقیوم ذاکر یکی از فرماندهان ارشد این گروه به حیث مسئول نظامی ولایت پنجشیر و اندرابهای بغلان گماشته شد. ملا عبدالقیوم ذاکر در سال 1973 میلادی در هلمند به دنیا آمد و از نزدیکان ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان است. او در مدرسه در کویته پاکستان درس خوانده و از او به مثابه با تجربه ترین فرمانده جنگی طالبان یاد می شود. آگاهان مسائل نظامی باورمندند که گماشتن او به حیث مسئول نظامی ولایت پنجشیر و اندرابها تأثیر بر خطوط جنگ نخواهد داشت، بلکه خشونت‌ها در برابر افراد ملکی در این مناطق را افزایش خواهد داد. اسدالله ندیم آگاه مسائل نظامی که تلویزیون آمو میگوید طالبان از تمام توان خود برای جنگ پنجشیر استفاده کردند. حتی وزیر دفاع طالبان مسئولیت جنگ پنجشیر را بر عهده گرفت که ناکام شد. ملا عبدالقیوم ذاکر پیش از 2001. ملا ذاکر در سال 2001 در مزار شریف توسط امریکایی ها بازداشت و به زندان گوانتانامو انتقال داده شد. او در 2007 به زندان پل چرخی کابل منتقل شد و پس از یک سال از زندان رها شد. این فرمانده طالبان از سال 2010 برای 4 سال مسئول نظامی طالبان بود و به دلیل مخالفت شدید با روند گفتگوهای صلح و رهبران میانه رو این گروه همچون اختر منصور از این سمت کنار رفت. ملا ذاکر در سال 2016 پس از مرگ ملا عمر که اختلافهای شدید میان طالبان ایجاد شده بود، در نامه بیعت خود را با ملا منصور اعلام کرد و تا حد توانست اختلافات میان طالبان را کاهش دهد. او پس از آن که در وزارت دفاع حکومت سرپرست طالبان به حیث معاون ملا یعقوب گماشته شد، از رهبر طالبان خواست تا طرح پیشنهادی صلح را با حکومت افغانستان، آمریکا و دیگر کشورهای غربی بسازند. از او به مثابه یکی از تندروترین فرماندهان گروه طالبان نام برده می شود. ملا قیوم ذاکر پس از سقوط جمهوریت. در همین حال دو منبع محلی به تلویزیون آمو می گویند که قیوم ذاکر در دور نخست رژیم طالبان فرماندی این گروه در شمال کشور بود. آنان در ادامه تاکید میکنند که ملا عبدالقیوم ذاکر پس از آن که ملا یعقوب به حیث وزیر دفاع طالبان گماشته شد، او را به حیث معاون خود تعیین کرد که اختلافات شدید با سراج الدین حقانی دارد.
منابع آگاه که به دلایل مسائل امنیتی و تلویزیون آمو اجازه ندادند تا نام آنها را در گزارش بیاورند میگوید که پس از آن که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، ملا زاکر و صلاح الدین ایوبی از مشهورترین فرماندهان طالبان بودند که وارد ارگ شدند. آنان در ادامه تاکید کردند هنگامی که افراد شبکه حقانی پست‌های کلیدی را در اداره طالبان تصاحب کردند، ملا زاکر کم کم به حاشیه رفت و با بیش از 1000 نیروی زیر امرش به زادگاهش ولایت هلمند بازگشت. در ماه مارس سال روان، ملا عبدالغنی برادر و ملا یعقوب وزرای وزیر دفاع طالبان به ولسوالی کجکی هلمند به دیدار ملا عبدالقیوم زاکر رفته و تلاش کردند که او به کابل برگردد، اما او این پیشنهاد را رد کرد. پنجشیر و اندرابها از جمله مناطق کشور است که پس از سقوط جمهوریت و ورود طالبان به کابل تا امروز شاهد درگیری و مقاومت در برابر گروه طالبان است. نیروهای جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود در دره پنجشیر نزدیک به یک سال است که بر علیه طالبان می جنگند. ثبات بدون توسعه، استراتژی پس از خروج آمریکا برای افغانستان. تا هنوز که یک سال از خروج آمریکا از افغانستان می‌گذرد، حکومت ایالات متحده خلاف سال‌های قبل تا هنوز رسماً اعلام نکرده است که برنامه‌اش برای افغانستان چیست. در این یادداشت با نگاهی به روابط آمریکا و افغانستان پس از خروج به این پرسش که استراتژی آمریکا پس از خروج برای افغانستان چیست، پاسخ خواهیم داد. نگاه بروی کرده پس از خروج آمریکا نسبت به افغانستان. پس از آن که ایالات متحده از افغانستان خارج شد، از شناسایی حاکمان جدید افغانستان ابا ورزید. واشنگتن تطبیق موافقتنامه دوحه، ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را به عنوان شروط بر رسمیت شناختن رژیم طالبان تعیین کرد. ایالات متحده در کنار مشروط ساختن بر رسمیت شناختن حاکمیت طالبان، با مسدود کردن ذخایر ارزی افغانستان در بانک‌های آمریکا و دیگر کشورهای جهان، طالبان را از دسترسی به حدود 9 میلیارد دلار محروم ساخت و حکومت سرپرست تازه تأسیس این گروه را در مضیقه اقتصادی قرار داد. از سوی دیگر خلاف دهه 90 که هیچ گونه رابطه و مجرای برای برقراری روابط دیپلماتیک با افغانستان نداشت، پس از خروج نمایندگی ویژه صلح وزارت خارجه این کشور برای افغانستان را نگه داشت. البته زلمه خلیزاد، دیپلمات افغانی تبار آمریکایی که مذاکرات صلح با طالبان را انجام داد و موافقتنامه صلح با این گروه را امضا کرد، تبدیل شد و تام وز به جای او نشست. در کنار آن آمریکا رینا امیرینا به عنوان نماینده ویژه‌اش در امور زنان افغانستان تعیین کرد. جزئیات این تحلیل را می توانید در ویدئوی دیگر ما دنبال کنید. سپاس که تا این دم با ما بودید. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما.